آقایان، ایران کنونی سرنوشت مردمی است که از حافظه تاریخی خیش باز ماندند و بدون شناختی درست از گذشته خود به ویژه ظرفیت‌های سازنده و مخرب آن در راهی پرمخاطره گام نهادند. جورج سانتیانا، فیلسوف اسپانیایی آمریکایی میگوید کشوری که حافظه تاریخی نداشته باشد قلمرو یک تازی دیوانگان خواهد شد. دانش گذشته برای امروز و آینده جامعه ضرورتی اساسی است. بدون آگاهی از گذشته ما بدون هویت باقی خواهیم ماند و در میان اقیانوس بیکران زمان گم خواهیم شد. نقشی که دانشنامه ایرانیکا برای ما دارد آن است که از حافظه تاریخی با پاسداری کند و مانع از آن گردد تا فرهنگ و تاریخ ما در سیر حوادث زمان فراموش شود. برای شناخت جایگاه و دستاوردهای ایرانیکا نگاهی کوتاه به پیشینه دانشنامه نویسی سودمند خواهد بود. واژه انسایکلوپیدیا که برگردانهای دانشنامه و دائرة المعارف را برای آن به کار میبریم از ریشه یونانی انکیکلیوس پیدا به معنی آموزش فراگیر است و در اصل به کتابهای چند دانشی اطلاق میشه. این واژه خود از دو واژه کهن‌تر انکیکلیوس به معنای دایره و پیدیا به معنای کودک گرفته شده است. واژه پیدیا از صده‌های نخست میلادی به مفهوم آموزش نیز به کار می‌رفت، زیرا رومی‌ها اسیران فرهیخته را که بیشتر از یونانی‌ها بودند با آموزش فرزندان خود می‌گماردند و آنها را پدیاگوگس ها می‌خواندند. چینی‌ها در صده‌های پیش از میلاد مجموعه‌های بزرگی نوشته بودند که بخش‌هایی از آنها در دست است و برخی از نویسندگان از آنها به عنوان کهن‌ترین دانشنامه‌های جهان یاد کردند. در غرب برخی ارسطو را پدر دانشنامه نویسی می‌دانند، برخی نیز هسپوسیوس فیلسوف یونانی و شاگرد افلاطون را نخستین دانشنامه نویس می‌پندارند. اما بیشتر تاریخ پژوهان و دانشنامه نویسان کتاب تاریخ طبیعی نوشته پلینی نویسنده و سیاستمدار نامدار روم شرقی را نخستین دانشنامه جهان می‌دانند. در عصر میانه یا قرون وسطا می‌توان به دو دانشنامه برجسته اشاره کرد. نخست ریشه شناسی‌ها نوشته اسقف اسپانیایی اسیدرو سویلی است که به آن لقب دانشنامه قرون وسطا دادند. آینه بزرگ گردآورده کشیش فرانسوی ونسان دو بوه دانشنامه دیگر عصر میانه است. واژه انسایکلوپیدیا را نخستین بار نویسنده کروات پاول اسکالیچ در سال 559 میلادی برای عنوان کتاب خود برگزید. سده 18 را باید نقطه عطفی در علم دانشنامه نویسی دانست. سده 18 که به روشنگری معروف است آغاز دانشنامه نویسی نوین است. در انقلاب فرانسه روشنفکران فرانسوی یکی از راه‌ها برای آگاهی بخشی به جامعه را تدوین دانشنامه تشخیص دادند. از این رو گروهی از آنان در صدد تدوین دانشنامه‌ای برآمدند که در تاریخ از آنان به اصحاب دائرة المعارف یاد می‌شود. این گروه نخست بران بودند تا دائرة المعارف چمبرز را به فرانسوی ترجمه کنند، اما کار این ترجمه به سرانجام نرسید و سرانجام بران شدند دائرة المعارف جدید را تدوین کنند. این کار به سرپرستی دجرو و با همکاری والتر، مونتسکیو و روسو انجام گرفت.
اما به علت شرایط سیاسی دولتی ها مانع از چاپ آن شدند و سرانجام به صورت پنهانی چاپ شد. در مجموع سیر تحول دانشنامه‌نگاری در غرب سه دوره را پشت سر گذاشته است. نخست دوره امپراتوری که در آن دانشنامه‌ها با حمایت و بعضاً با همکاری امپراتورها، پادشاهان و زمانداران تهیه می‌شد. دوم دوره روشنگری که از قرن 17 و با اتکا به طبقه بندی فرانسیس بیکن در احیای علوم کبیر آغاز می شود. سوم عصر علمی است که از قرن 20 با نگارش دانشنامه لاروس جدید مصور آغاز می شود و تا کنون نیز ادامه دارد. اما در ایران، دانشنامه نویسی به مفهوم گردآوری دانسته ها پیشینه طولانی دارد. از ایران باستان بخش‌هایی از چند کتاب در دست است که دینکرد، بندهش و بخش‌هایی از اوستا از جمله آنهاست. کتاب دینکرد که آن را دانشنامه زرتشتی می‌دانند به زبان فارسی میانه است. در کتاب بندهش در کنار مفاهیم دینی، دانستنی‌های جغرافیایی، زمین‌شناسی، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، مردم‌شناسی، گاه‌شماری، اخترشناسی نیز گنجانده شده است. در دوره اسلامی از نخستین دانشنامه‌ها که می‌توان نام برد کتاب احصاء العلوم از سر ابو نصر فارابی، دانشنامه اعلایی از سر ابن سینا، التفهیم ابو ریحان بیرونی، ذخیره خوارزمشاهی جرجانی، مفتاح العلوم محمد خوارزمی و جامع العلوم فخرالدین محمد رازی است. دانشنامه فارسی مصاحب نخستین دانشنامه فارسی است که به سبک نوین و امروزی به سرپرستی دکتر غلام حسین مصاحب تدوین گشت. جلد اول این دانشنامه در سال 1345 منتشر شد. این دانشنامه سرانجام پس از 40 سال در 3 جلد به کار خود پایان داد. از دیگر دانشنامه‌های معاصر پیش از انقلاب اسلامی، دانشنامه ایران و اسلام است که به سرپرستی احسان یارشاطر تدوین شد. کار این دانشنامه با پیروزی انقلاب اسلامی ناتمام ماند. در دوره جمهوری اسلامی میبایست از دائرة المعارف بزرگ اسلامی نام برد که در سال 1362 بنیاد گذاشته شد. استاد یارشاطر در خصوص این دانشنامه میگوید دائرة المعارف بزرگ اسلامی مفصلترین و همچنین مهمترین دانشنامه است که در ایران معاصر بنیاد گرفته. نیز باید گفت در هیچ یک از کشورهای اسلامی دانشنامه این به این تفصیل بنا نهاده نشده و طبعاً باید آن را یکی از پدیده‌های سودمند ایران پس از انقلاب به شمار آورد. مدیر مسئول و بنیانگذار دائرة المعارف آقای کاظمی موسوی بجنوردی است که مدتی پس از انقلاب به کار سیاست و نمایندگی مجلس اشتغال داشت. سپس از آن بازگشت و به کار علم روی آورد. دائرة المعارف بزرگ اسلامی دارای کتابخانه بزرگی است و از سال 1365 به ساختن بنای بزرگ و تازه‌ای در شمال تهران برای جا دادن کتابخانه و محل کار محققان و پژوهشگران و کارمندان در زمینی به وسعت 70,000 متر مربع دست داده است. منابع مالی دائرة المعارف به درستی روشن نشده. ظاهراً مقداری از زمین‌های حاصلخیز گرگان که از طرف مقامات دولتی مصادره کردیده در اختیار آقای بجنوردی قرار داده شده و وی درآمد کشت این اراضی را به تأسیس دائرة المعارف اختصاص داده است. عملاً
بیشتر مباحث دارالمعارف محدود به دوری است که جهان اسلام وحدت سیاسی و اجتماعی داشت. تحولاتی که در ادوار اخیر و به خصوص پس از نفوذ دول استعماری و تفرق ملل مسلمان روی داده است، کمتر مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع سیر تحول دانشنامه نگاری در ایران را میتوان به دو دوره متمایز تقسیم کرد. دوره نخست، عصر دانشنامه نگاران بحرالعلوم چند دانشی است که به قرن‌های دوم تا دوازدهم هجری قمری تعلق دارند. دانشنامه‌های نظیر جامع العلوم فخررازی، مفاتح العلوم خوارزمی و احسان العلوم ابو نصر فارابی و دانشنامه علایی بوعلی سینا و طبقه بندی علوم از سوی خوارزمی و فارابی حاصل این دوره هم. دوره دوم دوره عصر شناسایی با غرب است که از میانه قرن 19 میلادی آغاز می شود. نخستین دانشنامه این دوره نامه دانشوران ناصری است که تدوین آن در دوره ناصرالدین شاه قاجار با سرپرستی علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه وزیر علوم بلخ صورت گرفت. واژه‌نامه ده خدا، دانشنامه فارسی دکتر مساحت، دانشنامه ایران اسلام به سرپرستی یارشادر و دارالمعارف بزرگ اسلامی از دیگر دانشنامه های مهم این دوره. همانطور که اشاره کردم، در اروپا دانشنامه نویسی نقش و تأثیری ماندگار در ایجاد جامعه و فرهنگ نوین داشته است. این نقش در عصر روشنگری بسیار برجسته بود، تا آنجا که بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این دوره را میتوان برخواسته از علم و دانایی های دانست که دانشنامه ها منادیان بودند. در حقیقت دانشنامه های اروپایی از مهمترین ابزار تفاهم فرهنگی و القای دانایی در طبقات مختلف مردم از دوران رنسانس به بعد بوده و در اعتلای فرهنگ عمومی نقش مهمی بر عهده داشتند. متاسفانه در ایران دانشنامه نگاری چنین هدفی را به نحو سیستماتیک دنبال نکرده و نتوانسته است در سیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. غالب دانشنامه های فارسی رسالت خود را عمدتاً اطلاع رسانی صرف تلقی کردند. افزون بر این، دانشنامه نگاری در ایران معاصر گرفتار چند کاستی بسیار مهم است. نخست، به تحولات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از اسلام به نحوی درخور و دقیق پرداخته نشده است. دوم، عرب گرایی و عرب محوری مباحثی است که تصور می رود به علم و عالم اسلام تعلق دارد. سوم، تحولات ادوار اخیر کمتر مورد بحثی دقیق و موشکافانه قرار گرفتند. چهارم، در مورد گروه‌های نژادی، مذهبی و دیگر اقلیت‌های ایران شدیداً غفلت شده است. در دانشنامه‌های فارسی، تاریخ و فرهنگ این گروه‌ها هیچگاه به عنوان بخشی از مسیر اصلی تاریخ و فرهنگ ایران مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در صورتی که برخی از این اقلیت‌ها بسیار کهن می‌باشند و به فرهنگ ایران در زمینه‌های گوناگون خدمات بزرگی کردند. پنجم، ملاحظات و تنگ نظری‌های سیاسی حکومت‌های وقت و تعصباتی که در جبهه فرهنگی ایران حکم فرماست بر سر قالب دانشنامه‌های فارسی
سایه افکنده بی‌طرفی تاریخی و علمی آنها را سست و مخدوش کرده است. ششم، در زمینه فن دانشنامه نویسی نیز کاستی های مهم و متعددی وجود دارند. کم توجهی به استانداردهای علمی و پژوهشی، عدم رعایت تفصیل و یا اختصار در مقالات از این سو. دانشنامه ایرانیکا رفع این کاستی ها را در صدر اهداف خود قرار داده و در انجام این رسالت موفقیت ششمی به دست آورده است. به گفته استاد یار شاطر، دانشنامه ایرانیکا بزرگترین کتاب فشرده و کاملی است که تا به حال درباره گذشته و حال دنیای ایرانی شکل گرفته است. این دانشنامه که مخاطب فرهیخته و همچنین علاقمندان غیر متخصص را در نظر دارد، اطلاعاتی دقیق، صحیح و مستند درباره زندگی، تاریخ و فرهنگ تمام کشورهایی که در آنها فارسی سخن گفته می شود فراهم آورده است. افزون بر موارد فوق، رسالت دیگر ایرانیکا معرفی تاریخ و فرهنگ ایران به جهانیان است. ایرانیکا این امکان را به جهانیان می‌دهد تا گنجینه‌های تمدن ایران و سهم آن در تمدن بشری را بشناسند. این امر در این برهه از تاریخ که نام ایران با بنیادگرایی و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همراه شده بیش از همیشه ضروری است. در این هنگام که افکار عمومی جهان توجه خود را به بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران معطوف ساخته و خطرهای بزرگی آینده ایران و صلح جهانی را تهدید می‌کند، معرفی فرهنگ ایران، ورزش‌های راستین آن به جهانیان رسالتی تاریخی است که ایرانیکا بر دوش گرفته است. خانم‌ها و آقایان، اجازه بدهید بار دیگر نقش ایرانیکا در پاسداری از تاریخ و فرهنگ ایران و معرفی آن به جهانیان را گرامی بداریم و از استاد یار شاطر به خاطر نقش و زحمات وی در انجام این پروژه بزرگ میهنی جهانی قدردانی کنیم. سپاسگزارم.